به گفته ناسا یک رویداد بسیار مهیج و یک بار در زندگی در حال وقوع هست. تقریبا هر 80 سال یک بار روی می دهد. یعنی اگر 25 سال هستید در 105 سالگی می توانید برای دومین بار این را تماشا کنید. این یک انفجار ابرنواختری نیست، بلکه یک انفجار از نوع بسیار عجیب تر هست که باعث مرگ ستاره نمی شود. و به گفته دانشمندانی که از تلسکوپ VCRO استفاده خواهند کرد، این اتفاق در حال وقوع هست و یا می خواهد بیفتد و تا به حال اینطور مشاهده نکردیم. ولی باید به کدام سمت نگاه کنیم؟ به سمت صورت فلکی کرونا بوریالیس نگاه کنیم، به سیستم TCB، به ستاره‌ای به اسم بلیز، و انفجار آن نور تمامی ستاره‌های آسمان را محو می‌کند. سیستم TCB و یا تی کرونا بوریالیس تنها یک ستاره نیست. آن یک جفت ستاره هست، یک کوتوله سفید و یک غول سرخ در جاذبه هم گیر کرده‌اند. ستاره کوتوله سفید در حال جذب مواد ستاره میزبان هست. زمانی که مواد جذب شده در سطح ستاره به اندازه کافی بشود، یک رویداد و یا یک انفجار هسته‌ای اتفاق می‌افتد. یک نووا، یک نور بسیار شدید که حتی شب زمین را روشن می‌کند. مشابه انفجار بمب اتم در سطح یک ستاره هست، ولی با قدرت صدها هزار برابر کل انرژی خورشید در یک سال. مسئله جالب در مورد این انفجار آن هست. مخالف انفجارهای ابرنواختری و یا سوپرنووا که باعث نابودی ستاره میزبان می شود، البته به جز هسته ای آن، این انفجار تنها لایه نازکی از ستاره را منفجر می کند و این اتفاق مکررن روی می دهد. مثلا همین ستاره در سال 1866 و سپس در سال 1946 منفجر شد و حتی پیشبینی می شود که در سالهای 1617 و 1787 هم همین اتفاق افتاده باشد. این انفجار چرخشی با دورهای انباشتگی گاز هیدروژن و روشن شدن آن هم دوره هست و این ستاره را به یک انفجار چرخشی 80 ساله تبدیل کرده. تحقیقات جدید نشان می دهند که ستاره در سال 2023 تاریک شد، مشابه رویداد قبلی که یک سال قبل از رویداد بزرگ یعنی در سال 1945 این ستاره تاریک شد و به همین علت انتظار می رود به زودی منفجر بشود. احتمالاً در پایان سال 2024 و یا اوایل سال 2025، ولی دقیقاً مشخص نیست. البته این یک رویداد بسیار زیبای آسمانی هست، ولی در کنارش یک رویداد مهم علمی هم هست. هر انفجار یک کتاب بزرگ از اطلاعات انفجارات هسته‌ای هست و میتواند کتاب بزرگتر علم ستاره‌ای را کاملتر و دقیق‌تر بکند و اینکه چرا بعضی ستاره‌ها اینطور هستند و بعضی‌ها نیستند. این پدیده یک مثال بسیار نزدیک و مناسب برای بررسی پدیده‌های نووا هست. این انفجار به شکل کل یک رویداد بسیار مهم، پر از رمز و راز و پر ارزش هست. این یک آزمایشگاه فضایی هست، نزدیک، پر نور و تازه، بسیار شبیه یک رویداد انفجاری دیگر هست. سوپرنووا تایپ 1A، جایی که یک کوتوله سفید یک دیسک از مواد ستاره‌ای در اطراف خود جمع می‌کند و به نقطه بحرانی خود می‌رسد و نهایتاً به یک انفجار تبدیل می‌شود که می‌تواند نور یک کهکشان را به صورت موقت در نور خود محو کند. این یک فانوس فضایی هست، یک خطکش فضایی، یک روش برای اندازه‌گیری انبساط کیهانی. البته سیستم TCB قرار نیست به این زودی ها به یک انفجار ابرنواختری تایپ 1A تبدیل بشود و این خیلی خوب هست، چون می توانیم این پروسه را تا تبدیل شدن به یک سوپرنووا تعقیب کنیم و بفهمیم که یک ستاره این شکلی چگونه به یک سوپرنووا تایپ 1A تبدیل می شود. در کنار مبحث علمی، بحث مشاهده عمومی آن هست. اخترشناسان آماتور و مردم می توانند این پدیده یک بار در زندگی را مشاهده کنند. خیلی از افراد با دوربین های دوچشمی و تلسکوپ های ساده به آسمان نگاه می کنند در جستجوی نشانی از آن. این پدیده حتی در آسمان شهرها قابل مشاهده هست. همین باعث می شود افراد زیادی به سمت اخترشناسی روی بیاورند که بسیار خوب هست.
چون اخترشناسی و رصد آسمان باعث آرامش جسمی و ذهنی می شود و هم این که بزرگترین علم هست. رویداد نووا یکی از زیباترین پدیده‌های تکراری فضایی هست. ولی مسئله اینجاست که پیشبینی لحظه نهایی نووا فراتر از علم حال حاضر هست و حتی در اطلاعات گذشته تفاوت در لحظه رویداد به وضوح مشاهده می شود و نشان می دهد یک مکانیزم پنهان در کار هست. مثلا علتی تاریک شدن نور ستاره و ارتباط آن با لحظه انفجار کامل شناخته نشده است. حتی در مثالهای دیگر فهمیدیم که تاریک شدن نور ستاره مشخصا دلیل رویداد نووا نیست و این گونه ستاره ها رفتارهای عجیب دیگری هم دارند و به همین علت به آن یک رویداد غیر قابل پیش بینی میگویند. ولی با ساخت و استفاده تلسکوپ های قوی تر می شود انتظار داشت که در آینده نزدیک به راز این پدیده های عجیب نزدیک تر بشویم. مثلا تلسکوپ وراسی روبین که در سال 2025 شروع به کار می کند و می تواند از فاصله نزدیک تر این پدیده را مشاهده و بررسی کند و حتی رویدادهای نوای گذشته که از دیدها پنهان شدند. ولی برای فعلا تمام توجه ها به سمت رویداد تی کرونا بوریالیس هست. هم دانشمندان و هم آماتورها همه چشم به این صورت فلکی دوختند تا اولین مشاهدگرها باشند. تحقیقات جدید نشان می دهند که 1 میلیارد سال پیش یک جسم ستاره شکل و به احتمال 90% یک ستاره کوچک از کنار خورشید عبور کرده است و آن به فاصله بسیار بحرانی از خورشید رسیده است و تا به حال هیچ جسم خارجی با این اندازه و با این جرم به چنین فاصله‌ای نرسیده است. آن یک ستاره سرگردان بوده که به فاصله 110 فاصله نجومی از خورشید رسید. این نزدیکتر از فاصله وایجر 1 از خورشید هست با 164 فاصله نجومی. برای فهمیدن فشردگی این رویداد نزدیکترین ستاره به خورشید را مد نظر بگیرید. پراکسیما سنتوری که در فاصله 4 سال نوری از خورشید هست و یا 268770 فاصله نجومی و یا 40 تریلیون و 208 میلیارد کیلومتر دورتر از خورشید. عبور یک ستاره از این فاصله تا به حال شنیده نشده است و این یک رویداد تقریبا 1 در میلیارد هست و بدتر از آن تأثیرات آن بر سیستم خورشیدی هست. دانشمندان برای فهمیدن این مسئله 3000 شبیه‌سازی انجام دادند. بیشترین تأثیر بر روی سنگ‌های بیرون منظومه‌ای مشاهده شد، TNO ها، و این تأثیر واقعا چشمگیر هست. عبور این ستاره درست از وسط آنها اول مقدار زیادی از آنها را به مدارهای بسیار دور فرستاده است و دوم مقدار زیادی از آنها را به داخل منظومه جهت داده است و سوم مقدار زیادی از آنها با ستاره همراه شدند و به بیرون رفتند و چهارم که از همه عجیبتر هست وارد شدن قمرها و حتی سیارات جدید از این ستاره به داخل منظومه خورشیدی هست که حرفای زیادی در این مورد هست که حتی شاید فکر کنید که ماه و حتی سیاره زمین از این ستاره به سیستم خورشیدی اضافه شده است و حتی داستانهای فضایی زیادی در این مورد هست. ولی از نظر علمی و شواهد بیشتر سیارات بیرون منظومه‌ای تحت تأثیر قرار گرفتند. مثلا سیارک سدنا، مدار این سیارک و خیلی از دی‌ان‌اوها بسیار کشیده و غیر طبیعی هستند. سدنا به فاصله 937 فاصله نجومی از خورشید میرسد. مدل‌های سیاری و منظومی موجود نمی‌توانند چنین چیزی را، چنین مسئله را تعریف کنند، ولی عبور یک ستاره سرگردان از وسط اینها می‌تواند. تمامی TNO ها و خیلی از سیارک های بیرون منظومی تحت تأثیر این ستاره قرار گرفتند. ولی داستان به اینجا ختم نمی شود. این ستاره حتی بر سیارات منظومی تأثیر گذاشته است. البته یک گروه از TNO ها برعکس حرکت سیارات به دور خورشید می چرخند و تقریبا ساخت این به شکل طبیعی غیر ممکن است و حتما باید یک منبع خارجی و بسیار بزرگ برای شکل گیری آنها وجود داشته باشد، مثل یک ستاره سرگردان. میدان گرانشی این ستاره سرگردان همین سنگ‌ها را به حالت معلق درآورده است و سپس حرکت آنها را برعکس کرده است و شبیه‌سازی‌ها دقیقاً همین را نشان می‌دهند.
تقریبا 7% از تی ان او ها به داخل منظومه جهت گرفتند و توسط سیارات گرفتار شدند و به قمرهایی تبدیل شدند و به همین علت قمرهای اطراف سیاره زحل و مشتری از یک جنس نیستند. به گفته دانشمندان، تفاوت در رنگ‌ها و شخصیت و ترکیبات این قمرها می‌تواند به همین علت باشد. سنگ‌های بیرون منظومه‌ای از رنگ‌ها و ترکیبات متفاوتی ساخته شدند. بنابراین حتی راز شکل‌گیری بیشتر این قمرها فاش می‌شود. به صورت جالبی، نظریه عبور ستاره سرگردان از منظومه خورشیدی با اطلاعات تلسکوپ ژاپنی سوبارو و کاوشگر ناسا نیو هورایزنز همشکل است. این تلسکوپ ها تعداد زیادی از تی ان او ها را در فاصله های بسیار مشکوک و با زاویه و حرکت عجیب نشان می دهند که اصلا با حرکت صفحه منظومی یک شکل و یک خان نیستند و نشان دهنده عبور یک جسم بسیار بزرگ هستند، مثلا یک ستاره کوچک. حالا تلسکوپ های بیشتری به این سمت روی آوردند و اطلاعات بیشتری به دست ما می رسد و شاید این ستاره را در فاصله های بسیار دور پیدا کنیم و مسیر آن را تعقیب کنیم و حتی برعکس مسیر آن را برعکس تعقیب کنیم و ببینیم که آیا از وسط منظومه عبور کرده است و یا نه. در اطراف سیارات قمرهای عجیبی قرار گرفته است. قمرهایی با اندازه‌های کوچک، با آنها ایرگیولار میگویند. قمرهای بی قاعده، قمرهای بی شکل، قمرهای کوچک. قمرهای بزرگ در یک مدار معین شده در نزدیکی سیارات میچرخند، ولی این قمرها اینطور نیستند. آنها به فاصله‌های دورتر میروند و یک مدار بیضی شکل و ناثابت دارند. مثلا قمر سیاره زحل فیبی و مینی قمرهای مشتری، اینها از بیرون منظومه آمدند و حتی شاید از یک سیستم دیگر هستند. زحل 122 قمر این شکلی دارد و مشتری 87. البته تعداد آنها بیشتر هست و کشف نشدند. و حتی در مورد ماه به تازگی شواهدی پیدا کردیم که نشان می دهد جنس سطح ماه با جنس سطح زمین فرق می کند، در حالی که قبلا فکر می کردیم و یا پیش بینی شده است که ماه از برخورد سیارک تعا با زمین در 4.5 میلیارد سال پیش به وجود آمده است و همینطور ظهور حیات که از 650 تا 850 میلیون سال پیش شروع شده است، از دوره پالئوزویک و قبلتر که در کانال ماشین زمان در مورد آنها صحبت کردیم، که اینها همه نشان دهنده چیزی هستند و به صورت جالبی با تاریخ عبور این ستاره از کنار خورشید یکی شده است. البته ما ادعا نمی کنیم که این حادثه ها با آن حادثه ها ربط دارند، ولی کاملا هم بی ربط نیستند و اصلا سوال مهم اینجاست، چرا این ستاره از این فاصله وحشتناک از خورشید عبور کرده است و یا چرا یک ستاره با این زاویه و با این سرعت حرکت کند و یا حرکت داده بشود؟ و این چیزی هست که نمی شود با شبیه سازی ها و مدل های منظومه‌ای تعریف کرد. شهاب سنگ و یا کومت سی 2023 آتیری در سال 2023 کشف شد. تلسکوپ های زمینی چین و آفریقای جنوبی اولین رصدخانه هایی بودند که این را دیدند. مسئله اینجاست که این شهاب سنگ از سمت و یا از داخل محدوده ابر اورت می آید، یک محدوده بسیار بسیار وسیع که حتی به 2 سال نوری دورتر از خورشید هم می رسد و این سنگ برای اولین بار به داخل منظومه خورشیدی قدم گذاشته است. در زمان کشف در فاصله 7.2 آو قرار داشت، تقریبا آن طرف سیار مشتری. اطلاعات نشان می دهند که این سنگ اساساً تازه است و این یعنی تا به حال وارد منظومه خورشیدی نشده است. کومیت های نو مقدار زیادی ترکیبات کمیاب دارند، مثلا کربن مونوکسید که باعث درخشیدن بسیار شدید آن می شود، مخصوصا در هنگام نزدیک شدن به خورشید و به همین علت می توانیم مثل یک لامپ روشن در تاریکی آسمان آن را مشاهده کنیم. محور آن یک قوس بسیار فشرده در کنار خورشید دارد، 139 درجه، و این یعنی درست برعکس چرخش سیارات به دور خورشید می چرخد که البته برای کومیت های ابر اورت عادی هست. در 27 سپتامبر 2024 به خورشید نزدیک می شود و از فاصله 58 میلیون کیلومتری آن عبور می کند و سپس به سمت زمین می آید. در 12 اکتبر 2024 به نزدیکترین فاصله از زمین می رسد، 70 میلیون کیلومتری از زمین،
و این یک رویداد بسیار عجیب هست و یک بار در زندگی روی میدهد. این چاپسنگ از 3 سپتامبر تا 1 اکتبر از بالای هلال ماه عبور می کند و یک تصویر بسیار زیبا می سازد و به صورت بسیار مهیج درست در وسط خورشید گرفتی که سال در کنار خورشید دیده می شود در 2 اکتبر. و این یک رویداد بسیار نادر هست و هر دو پدیده در یک تصویر دیده خواهند شد. البته از قسمت‌های خاصی از زمین قابل مشاهده هست، از قسمت نیمکره شمالی. پیشبینی حرکت یک شابسنگ بسیار سخت هست و این شابسنگ از این ویژگی برخوردار هست. مثلا در اوایل سال 2024 به نظر می رسید که از زاویه خود خارج شده است و در حال دور زدن هست. در مسیر این کمدها چیزهای زیادی هست و یک پدیده بسیار کوچک می تواند بر زاویه و سرعت آنها تأثیر بسیار بگذارد، درست مشابه کمد سال 2023 که از کنار خورشید عبور کرد. این کمد از یک ویژگی منحصر به فرد برخوردار هست، نور خورشید بر روی آن تأثیر می گذارد. نور خورشید از میان ذرات معلق آن عبور می کند و درخشندگی آن را بسیار افزایش می دهد. این پدیده به علاوه سرعت 8.74 کیلومتر بر ثانیه آن نسبت به زمین، یکی از زیباترین تصاویر آسمان را می سازد. با عبور سنگ آسمانی از کنار زمین برای مدت کوتاهی در میدان دید تلسکوپ خورشیدی لاسکو سیتری سوهو قرار می گیرد. از 7 تا 10 اکتبر در این مدت تلسکوپ سوهو جزئیات و عکس‌های زیادی از کمیت به زمین می فرستد، من جمله دنباله و تبخیر مواد درونی آن. بعد از آن کمیت در صبح 12 اکتبر در آسمان زمین ظاهر می شود. در اینجا شابسنگ در روشن‌ترین موقعیت خود نسبت به زمین قرار می گیرد و با چشم قابل مشاهده می شود. برای آنهایی که قصد مشاهده آن را دارند، بهترین زمان آخر سپتامبر و اول اکتبر هست، البته اگر در قسمت نیمکره شمالی زمین هستید. و برای عکس برداری بهترین زمان 12 اکتبر هست. باید در شب تاریک تاریک باشید و به سمت شرق و یا جنوب غربی نگاه کنید که به موقعیت مکانی و زمانی شما بسته است. یک دوربین شکاری و تلسکوپ معمولی می تواند کمک زیادی بکند که می توانید دنبالی آن را مشاهده کنید، مخلوطی از سنگ آسمانی، ماه و ونوس. این ستاره دنباله دار مشابه یک رویداد دیگر هست، کومت C2020F3 نووایز که در سال 2020 به روشنی یک مگنیتود رسید و به احتمال زیاد امسال چنین پدیده‌ای دوباره تکرار بشود. البته در ادامه این پدیده یک رویداد دیگر اتفاق می افتد، درست یک هفته بعد از عبور کومت C2023 از کنار زمین ما به یک بارش شابسنگی می رسیم، اوریوند میتیور شاور. این بارش شابسنگی از سنگهای ریز کومت هالس به وجود می آید و یک پدیده جالب دیگر در کنار رویداد پیش رو هست. البته رویداد C2023 قابل پیشبینی نیست، می تواند یا با نور خود آسمان رو روشن کند و یا در تاریکی کامل و سکوت کامل از کنار زمین عبور کند و در تاریکی فضا محو بشود. ولی این یک رویداد یک بار در زندگی هست و این کومت، یعنی کومت C2023 آتری، یک سنگ آسمانی از ابر اورت هست و نباید آن را از دست بدهیم. تلسکوپ فضایی جیمز وب توانست دومین علامت سوال کیهانی را مشاهده کند در یکی از پرنورترین گروه های کهکشانی، مکس جی 0417.5. این پدیده مهیج نشان دهنده تشکیل کهکشانی، تحول کهکشانی و حرکت اجسام در میدان‌های بسیار بزرگ جاذبه‌ای است. لنزهای گرانشی هست. آنها یک پدیده طبیعی را می‌سازند در جایی که میدان‌های گرانشی اجسام بسیار سنگین و یا بسیار بزرگ مسیر نورهای پشتی را منحرف می‌کند، خمیده می‌کند و تقویت می‌کند، مشابه یک ذره‌بین واقعی در کیهان. در گروه کهکشانی مکس این پدیده توانست یک کهکشان قرمز کشیده را به شکل یک علامت سوال بسازد و یک کهکشان دیگر به عنوان نقطه سوال. این پدیده بسیار پیچیده است و یک اسم دارد، هایپربولیک آمبیلیک گراویتیشنال لنز. یک پدیده بسیار کمیاب است
نیازمند همخط شدن کهکشانهای دور پشت سر، گروه کهکشانی لنز کننده و زاویه دید مشاهدگر هست. تا به حال تنها 3 تا 4 علامت سوال در کیهان در فضا مشاهده شده است که ویژه بودن آنها را در کل کیهان نشان می دهد. خوشه کهکشانی مکس خیلی بزرگ و حجیم هست که بافت فضا زمان را به صورت قابل توجهی منحرف می کند و ظاهر کهکشانهای پشت آن را مخدوش می کند. این پدیده طبیعی یک مزیت هست. نور کهکشانهای بسیار دور، بسیار بسیار دور را افزایش می دهد، بزرگ می کند، صدها هزار مرتبه بیشتر و حتی در چند مکان نشان می دهد. این قسمت قبلا با تلسکوپ هابل مشاهده شد، ولی کهکشان قرمز که شکل علامت سؤال را می سازد تنها در عکس وب قابل مشاهده هست و این نتیجه طول موجهای نوری هست، نورهایی که از دل قبار کهکشانی به بیرون می آیند. این گروه کهکشانی یکی از مهمترین ها هست. آن می تواند کهکشانهای بسیار بسیار دور پشت سر را لنز کند. کهکشانهایی حتی در فاصله 13.6 میلیارد سال نوری دورتر. مشابه دورترین کهکشان مشاهده شده جادس جی از زد 14 که در همچنین خوشه‌های کهکشانی مشاهده شد که در مورد آن صحبت می کنیم. زمانی که کهکشان‌ها به هم نزدیک می‌شوند، ادغام می‌شوند، برخورد می‌کنند و یا عبور می‌کنند و چرخ ستاره‌سازی به کار می‌افتد و این باعث داغ شدن گازهای کهکشان می‌شود. در این علامت سوال همین اتفاق افتاده است. ستاره‌های زیادی در حال تولد هستند. در کل این دومین علامت سوال جیمز وب هست که در فاصله 7 میلیارد سال نوری دورتر قرار دارد. اطلاعات طیفی وب نشان می‌دهد کهکشان قرمز کشیده شده و کهکشان مارپیچ به سمت ما در یک فاصله هستند و ادغام می‌شوند. برای ساخت چنین پدیده‌ای چندین لنز گرانشی دست به دست هم دادند. ستاره غول‌پیکر بیتلجوس و این فعالیت‌ها نشانی یک حادثه بزرگ هستند. اولین نشانی فیض انفجار کم نور شدن سطح بیتلجوس هست. در طی چند سال نور ستاره به 1/10 کاهش یافت. به صورت معمول ستاره بیتلجوس بسیار پر نور هست. یکی از پر نورترین ستاره‌ها در آسمان زمین، شانه سمت راست صورت فلکی اوراین هست. ولی پژوهشگران کاهش بسیار شدید نور این ستاره را مشاهده کردند که یکی از مهمترین علامت‌های لحظه انفجار یک ستاره هست. تحقیقات جدید نشان می‌دهد ستاره فصل‌هایی از کاهش نور داشته و در ساختار آن تغییرات بسیار روی داده است. سطح ستاره سردتر شده است و مقدار زیادی از مواد سطح پف کرده ای آن به فضا رها شدند که می‌تواند یکی از اولین نشانه‌های انفجار ستاره‌ای باشد. ولی در وسط این ستاره چه خبرها هست؟ چه اتفاقاتی دارد روی می‌دهد که در جلوتر توضیح خواهیم داد. ستاره بیتلجوس یک غول سرخ است. آن 99% از هیدروژن خود را سوزانده است و حالا به مرحله تولید عنصرهای سنگین‌تر رسیده، عنصرهایی مثل کربن و اکسیژن. ولی زمانی که به مرحله تولید اتم آهن برسد، نیروی ارتعاشی و یا ستون‌های نگهدارنده اصلی ستاره از بین می‌روند و سقوط می‌کند و کل جرم ستاره به یک نقطه مرکزی فرو می ریزد و ستاره نابود می شود و به جایش یک سیاه‌چاله کودک به جای می ماند که بسیار رویداد مهمی است و ما برای اولین بار تولد یک سیاه‌چاله را مشاهده می کنیم و 100% پروسه رشد آن را لحظه به لحظه مشاهده خواهیم کرد. مشاهده زنده این رویداد کمک می کند تا مدل‌های نظری در مورد انفجار ستاره‌ای را تست کنیم و تحولات ستاره را بشناسیم. می دانیم که ستاره هایی مثل بیتلجوس در یک رویداد بسیار بزرگ از بین می روند. ولی هر سوپرنوا با دیگری فرق می کند و این مورد می تواند با تمامی مدل های قبلی تفاوت داشته باشد و تا به حال مثل آن را مشاهده نکردیم. زمانی که ستاره بیتلجوس منفجر بشود، تمامی نورهای آسمان زمین محو می شوند به جز ماه. برای فهمیدن اندازه آن، مثلا ماه کامل در حدود منفی 12.6 مگنیتود روشنایی دارد. اندازه ها نشان می دهند که نور انفجار بیتلجوس می تواند به منفی 18.5 مگنیتود برسد، یعنی روشنتر از ماه کامل.
این روشنایی زیاد باعث می شود حتی در طی روز قابل مشاهده باشد. یعنی شب و روز می توانیم به آسمان نگاه کنیم و یک مدیده بسیار زیبا را تماشا کنیم و لذت ببریم. و این پیشبینی ها با حساب و کتاب معین شدند. نور این انفجار مثل یک حاله درخشان در آسمان دیده خواهد شد و مثل ماه و خورشید دایری شکل و قرص نیست، ولی بسیار پر نور که تا چندین هفته در آسمان زمین دیده می شود. یک مدت زمان کافی برای تمامی دانشمندان و تمامی مردم های روی زمین. نور آن می تواند در شب سایه بسازد و یک رویداد بسیار نادر و عجیب خواهد بود. ولی سوال اینجاست، چرا انفجار این ستاره اینقدر پر نور و بزرگ هست؟ در حال حاضر نور این ستاره نیم مگنیتود هست و یک انفجار با 18.5 مگنیتود تقریبا 100 میلیون برابر روشنتر از نور ستاره در حالت عادی هست و این محاسبات بزرگی و زیبایی این رویداد را نشان می‌دهند. ولی برای پیشبینی لحظه دقیق و قدرت و زیبایی این رویداد باید به رویدادهای و اتفاقات دیگر نگاه کنیم، به صحابی‌های زیبا، روشن و بارور. برای مثال صحابی SN1054A که به صحابی خرچنگ معروف هست، این صحابی توسط انسان‌های 1000 سال پیش ثبت شده است و حالا بررسی‌های زیادی پیرامون آن قرار گرفته است. این بررسی ها چیزهای بسیاری را روشن کردند، مثل فصل های زندگی ستاره ها را و مکانیک این انفجارات را. رویداد بیترجوس با دقت بسیار بالا بررسی می شود. در اینجا تخیلات ذهن به واقعیت تبدیل می شوند و بهترین مثال برای جذب مردم به سمت اخترشناسی هست. مثال بعدی انفجار ستاره بسیار زیبا کسیوپیای آ هست که با تلسکوپ جیمز وب عکس برداری شد. جزئیات دقیق این حادثه مرگ یک ستاره بسیار بزرگ و دار را نشان می‌دهد. این عکس ها جزئیات داخلی و بسیار دقیق این رویداد را نشان می‌دهد. و همچنین یک رویداد به اسم سوپرنووا رکیویم که به احتمال زیاد در سال 2037 مشاهده می شود. یک انفجار باستانی که در دو سمت دیده خواهد شد. اولین نور مستقیم که به ما رسیده است و دیگری لنز نوری آن که دیرتر به ما میرسد و هزاران پدیده دیگر که همه لحظه بسیار بزرگ یک انفجار ستاره‌ای را نشان میدهند. ماهیت این انفجارات هنوز مجهول مانده است و با بررسی رویدادهای دور و نزدیک به کشف علت و ماهیت آنها میرسیم. نور بسیار شدید انفجار بیترجوس میتواند بر بینایی تأثیر بدی بگذارد. اگر در حین تماشای آن با تلسکوپ از فیلترهای مخصوص استفاده نکنید میتواند به قرنی چشم آسیب بزند. بنابراین حتما موارد ایمنی را قبل از مشاهده آن یاد بگیرید و انجام بدهید.